چرا اینقدر از هم پاشیدگی؟ چرا اینقدر افتراق به قول عرب ها؟ ما داریم، ما بهترین رهبر رو داریم. اگر از وجود ایشون استفاده کرده بودیم سالها پیش کشورمون رو نجات داده بودیم. من میبینم برخی میان از رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر که الان روانشون فقط ناظر بر ایران هست، جسمشون زنده نیست، صحبت میکنن، بعد بر علیه فرزند ایشون حرفهایی رو میزنن، ناروا، نادرست، و همین مانعی شده در راه این که ما نتونستیم کشورمون رو نجات بدیم. وقتی ما فرمانده داریم، وقتی ما رهبر داریم، به جای اطاعت از رهبرمون، به جای پشتیبانی از رهبرمون داریم میگردیم میگیم رهبر کو؟ خب چه انتظار رهایی دارید؟ چه انتظاری برای نجات کشورمون داریم؟ تا کی باید به حرف بیگانگان گوش کردن؟ شما 5 میلیونی که در خارج از کشور هستید، کدام وقت 500,000 نفرتون اومدید بیرون پشتیبانی کردید گفتید رضا شاه دوم پادشاه ماه، که میپرسید رضا شاه دوم در این سالها چه کار کرده؟ نمیبینید کارهای ایشون رو. شما چه کردید؟ شما که میپرسید شاه برای ما، رضا شاه دوم برای ما چه کرده، شما برای رضا شاه دوم چه کار کردید؟ شما اگر بیایید در خیابان از این 5 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیون، 500,000ش اگر در خیابانهای خارج از کشور که دیگه ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی نیست میومدید بیرون و میگفتید ایشون پادشاه قانونی ماست، اون وقت میدیدید که بیگانگان به جای حمایت کردن از آخوندهای حاکم بر ایران از شما مردم پیروی و پشتیبانی میکردن. مگه همین آخوندها نمیگن حرمت امامزاده به متولی شه؟ حرمت رضا شاه دوم با شما ایرانیانیه که دلتون میخواد کشورتون نجات پیدا کنه. گفتم به شما تنها کسی که رهبر زاییده شده و برای این کار آموزش دیده تنها ایرانیه. سال 1339 که ایشون به دنیا اومده، کدام ایرانی میدونسته که در آینده قرار رهبر بشه که بیان آموزشش بدن، با علوم سیاسی آشناش کنن؟ کدام ایرانی این وجهه بین المللی رو داره؟ کدام ایرانی رو دنیا اینقدر میشناسه؟ خب شما بهترین رو دارید ازش استفاده نمی کنید. بعدم هی فقط راحت میشینیم میگیم که بله کشور نجات پیدا نکرد، رضا شاه دوم کاری نکرده. شما کاری کردید که رضا شاه دوم به شما پاسخ نده؟ شما آمدید گفتید که ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، ما پادشاهی کشورمون پادشاهی مشروطه است، این کشور اشغال شده، پادشاه قانونی ما رضا شاه دومه، تا ایشون هم بتونه دولتی رو در خارج از کشور تشکیل بده با توجه به اینکه بیگانگان هم بدونن بگن بله از 5 میلیون ایرانی که در بیرونه دست کم نصفش از این دولت و از این پادشاه حمایت میکنه، ما هم به رسمیت میشناسیم، اونم در مناسب ترین شرایط. نشستید میگید آمریکا بیاد ما رو نجات بده، نشستید میگید بیان به کشور ما حمله کنن، یعنی حاضرید به شما حمله بشه، کشته بشید، کشورتون ویران بشه، ولی از اوامر رهبرتون، از دستورات رهبرتون، اصلا نه دستورات، نه اصلا شما باید رهبرتون رو معرفی کنید، رهبری رو که دارید، رهبر واقعیتون رو. جهانیان میدونن که این رهبره، منتها از این بیخبری شما دارن سوء استفاده میکنن به نفع خودشون. من فکر کنم که یه مقداری از گفتگوی امروز به دور افتادم، گفتم اینا رو در برنامه‌های آینده باید بگم، ولی تا زمانی که شما کمک‌هایی رو که باید به این برنامه بکنید نکنید، من امید ندارم که برنامه من تا کی پخش میشه. برای اینکه به شما گفتم درسته که در این تلویزیون دموکراسی هست، ولی شرکت‌هایی که ماهواره دارند اونها با دموکراسی نمیتونن خرج خودشون رو بدن، اونها پول رو میشناسن،
اونها میگن دموکراسی جای خودش، ولی برای پخش این برنامه شما باید پول بدید. کارمندایی که اینجا کار میکنن دموکراسی رو براش ارزش قائلن، ولی خب غذا هم باید بخورن. گفتم به شما این کمک ها فقط برای پرداخت هزینه تلویزیونه. من هیچ گونه حقوقی رو نخواسته و نمیخوام. من برای کشورم کار میکنم، مزدور نیستم، مزدی هم از کسی نمیخوام، دارم وظیفم رو ادا میکنم. و همان گونه که به شما گفتم، روز شنبه هم از ساعت 12 به وقت غرب آمریکا در همین کانال، در همین تلویزیون برنامه خواهم داشت و در همین رابطه رستاخیز 28 مرداد ما با شما صحبت میکنم. خب، یکی دیگه از دلایل کودتا، برگردیم به مسئله 25. یکی دیگه از دلایل کودتا، مصدق السلطنه ای که میگه من مردمی هستم و همه اختیاراتم اون موقع در دستش بود، با توجه به کودتایی که انجام گرفته بود، کودتایی که خودش انجام داده بر علیه دولت قانونی سپهبد زاهدی، رادیو هم در اختیارش بود، اگر راست میگه این مردمی بود و مردم شاه رو قبول ندارن، چرا تو رادیو اعلام نکرد که مردم شاه منو از نخست وزیری عزل کرده، تیمسار زاهدی رو گذاشته نخست وزیر، من قبول ندارم؟ چرا اینو به آگاهی مردم نرسوند؟ تا جایی که جناب اردشیر زاهدی که درود میفرستم از اینجا به ایشون هم، با این آگاهی هایی که دادند و در خاطراتشون نوشتند که ایشون از روی فرمان شاهنشاه، فرمان ملوکانه عکس گرفتن و این رو در اختیار خبرنگاران خارجی گذاشتن، این خودش یک دلیل دیگر کودتا. کسی که میگه من ملیم، پایگاه مردمی دارم، مردم پشتیبان منه، علنا میاد اعلام میکنه. رادیو بود، میگه ای مردم، سرهنگ نصیری فرمان عزل من آورده و فرمان نخست وزیری تیمسار زاهدی از طرف شاهنشاه صادر شده، ولی من نه شاه را قبول دارم، نه نخست وزیری تیمسار زاهدی، نه قانون اساسی مشروطه پادشاهی رو. من میخوام خودم یا نخست وزیر یا رئیس جمهور باشم، یا اینکه چون از خاندان قاجارم میخوام سر کار باشم. چرا این کارو نکرد؟ چون میدونست پایگاه مردمی نداره. مردم موقعی که فهمیدند از طریق رادیوهای بیگانه یا از جاهای دیگه، ریختن تو خیابونها، اقدام کردند به برداشتن حکومت کودتا، حکومت غیرقانونی مصدق السلطنه و روی کار آوردن حکومت قانونی یا دولت قانونی تیمسار زاهدی. آنچه که در 25 مرداد ما اتفاق افتاد کودتا بود، آنچه که در 28 مرداد ما اتفاق افتاد ضد کودتا یا رستاخیز یا قیام ملی بود. حالا عده‌ای مزدور همصدا با بیگانگان میان جاها رو عوض میکنن. 28 مرداد ما رو اسمش میذارن کودتا، توهین میکنن به شما مردم ایران، میگن شما مزدور بودید، 70,000 دلار از آمریکا پول گرفتید، اومدید تو خیابون حکومت رو عوض کردید. یعنی حکومت مصدق چنان پوشالی بود که با 70,000 دلار از میان رفت و شما مردم ایران مزدور بودید، پول گرفتید، میهنتون رو دوست داشتید، مزدور بیگانه بودید. از این توهین بیشتر هست؟ حالا من میخوام ببینم این مزدورایی که اومدن توی خیابون کیا بودن. الان برای شما اینا رو معرفی میکنم. گفتم مردم خبر نداشتن، چون مصدق السلطنه بهشون خبر نداده بود، با وجودی که رادیو در دستش بود. اگر خبر داده بود مردم همون روز 25 اومده بودن تو خیابون. منتها مردم دیدن دارن مجسمه های شاه رو پایین میکشن، شاهنشاه پهلوی رو. خب یعنی چه؟ نخست وزیری رو که اینها به خاطر اینکه نخست وزیر اون پادشاه قبولش دارن، چرا اجازه داده دارن مجسمه ها رو پایین میکشن؟
توده ای ها ریخته بودن تو خیابون، بازاریا دیدن ای وای توده ای ها اومدن میخوان الان سیستم کمونیستی به وجود بیارن، خب اونا هم سرمایه دارن.